سرخط خبرها. قطعنامه پیشنهادی آمریکا و تروریکای اروپایی به آژانس علیه فعالیت پنهانی اتمی ایران. ماجرای تبادل پیام ایران و آمریکا در 72 ساعت اخیر. دستگیری عناصر دستگاه اطلاعاتی فرانسه در ایران. توصیه قوه قضاییه درباره صدور حکم اعدام برای یکی از متهمان معترضان اخیر. و بلینکن حملات موشکی موسکو پاسخی به اعلام آمادگی زلنسکی برای خاتمه جنگ است. مشروع اخبار. قطعنامه پیشنهادی آمریکا و تروریکای اروپا به آژانس علیه فعالیت پنهانی اتمی ایران. آمریکا و سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان شامگاه سه‌شنبه 24 آبان پیشنهاد قطعنامه ای علیه عدم همکاری ایران درباره منشأ مواد اتمی غنی شده در مراکز اتمی اعلام نشده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه دادند. پیشنهاد این قطعنامه که خواستار همکاری کامل و بدون قید و شرط ایران با آژانس شده، پس از آن مطرح شده است که در قطعنامه پیشین این نهاد بین‌المللی از عدم همکاری جمهوری اسلامی درباره کشف مواد رادیواکتیو در سایت‌های پنهانی انتقاد شده بود. خبرگزاری فرانسه با اشاره به اینکه پیشنهاد این قطعنامه شامگاه سه‌شنبه با آژانس ارائه شده، گزارش داد که پیشنهاد مذکور بر ضرورت پایبندی ایران به تعهدات قانونی خود تاکید دارد. آژانس در ژوئیه گذشته نیز قطعنامه ای علیه فعالیت‌های پنهانی ایران صادر کرد که روسیه و چین به آن رأی منفی دادند. ماجرای تبادل پیام ایران و آمریکا در 72 ساعت اخیر. به گزارش صبح تازه، حسین امیراللهیان در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت درباره آخرین اخبار از مذاکرات احیای برجام اظهار کرد: آمریکا ریاکارانه عمل می‌کند. به طور مستمر تبادل پیام با طرف آمریکایی انجام می‌شود. آخرین تبادل پیام ما در کمتر از 72 ساعت گذشته بود است. به ادامه داد، آمریکا از طریق برخی وزرای خارجه پیام داده و برای مذاکرات عجله دارند. اما ریاکارانه راب مالی در مصاحبه خود میگوید مذاکرات در اولویت ما نیست و اشاره میکند به تحریکاتی که میخواهند نسبت به کف خیابان و اختشاش در ایران داشته باشند. دستگیری عناصر دستگاه اطلاعاتی فرانسه در ایران. وزیر کشور امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به حوادث اخیر کشور گفت دشمن تلاش کرد با ایجاد ناامنی و متوقف کردن حرکت علمی کشور و با ایجاد مزاحمت برای کسب و کارهای مردم فضای ناامنی را ایجاد کند که با برخورد قوی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نتوانست به اهداف خود برسد. به تصریح کرد دشمن به دنبال گسست گفتمانی میان قشرهای مردم و بازداشتن دولت از رسیدگی و خدمت به مردم است. جوانان و نوجوانانی که در کشور هستند فرزندان نظام جمهوری اسلامی هستند. به افزود طبیعتاً عناصری هستند که در این ماجرا آمدند و وارد شدند که دو دسته هستند. یکی افرادی که با صحبت قابل اصلاح هستند و خیلی هم هستند که احساس ندامت میکنند. توصیه قوه قضاییه درباره صدور حکم اعدام برای یکی از متهمان معترضان اخیر. بر اساس دستورات رئیس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی قاطع، سریع و بر مبنای عدالت و قانون و بدون هیجان زدگی به پرونده‌های اختشاش اخیر، روند بررسی پرونده متهمان آغاز شده و در حال پیگیری است. به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، پس از برگزاری دادگاه، تعدادی از متهمان اختشاشات در استان تهران، احکام بدوی و اولیه این پرونده‌ها به تدریج از سوی دادگاه انقلاب صادر می‌شود. روز یکشنبه گذشته نیز اولین احکام بدوی صادر از سوی دادگاه انقلاب تهران منتشر شد که بر اساس آن یکی از متهمین به اعدام محکوم و 5 متهم دیگر به 5 تا 10 سال حبس محکوم شدند. و بلینکن حملات موشکی موسکو پاسخی به اعلام آمادگی زلنسکی برای خاتمه جنگ است. پس از حملات موشکی روسیه به چندین منطقه اوکراین، ایالات متحده به شدت این حملات روسیه را محکوم و تاکید کرد که هر قدر هم که زمان ببرد همچنان در کنار کیف خواهد ایستاد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا سه‌شنبه 24 آبان در واکنش به این حملات روسیه علیه مناطق غیرنظامی و تأسیسات انرژی اوکراین اعلام کرد که حملات موسکو فی‌الواقع در پاسخ به اعلام آمادگی دیپلماتیک زلنسکی برای پایان دادن به جنگ انجام گرفته است. بلینکن با ستایش از موفقیت‌های اخیر اوکراین در بازپسگیری کلان شهر خرسون و بسیاری از شهرک‌های اشغالی افسود، حملات روسیه هرگز نخواهد توانست اراده مردم اوکراین را در هم بشکند.
جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز سه‌شنبه اعلام کرد به نظر می‌رسد روسیه به زیرساخت‌های حیاتی کیف و دیگر مناطق اوکراین حمله کرده است.